با سلام، خوش آمدین به خبرهای امروزی چینل پرستو تیوی. لطفاً با خبرهای امروز ما را همراهی کنید. اعضای مجلس سنا میگویند رحمانی ملیشه های خود را به جای سربازان امنیتی پارلمان آورده است. ضیاءالحق عمرخیل میگوید دور اشرف غنی مفسدان بی تأثیر حلقه زدند. شبکه اطلاع رسانی میگوید که خبرگزاری پژواک یک رسانه نزدیک به ارگ است. و خبر آخر این که رئیس جمهور غنی برای ترودو پیام تبریکی فرستاد. امان الله عظیمی یک عضو مجلس سنا در نشست امروز در این مجلس گفته است که آقای رحمانی شب گذشته به شورای ملی آمده و 10 تن از ماموران امنیتی پارلمان را به زور از کانتینرهای امنیتیشان بیرون انداخته. و گفته آقای عظیمی رئیس مجلس نمایندگان به جای این افراد ملیشه های خود را جایگزین کرده است. او افزود که وی با سوء استفاده از صلاحیتش خردضابط را به جای دگروال و دگروال را به جای خردضابط بدون کدام هماهنگی با ریاست امنیت شورای ملی و وزارت داخله مقرر کرده است. او خانه ملت را به خانه شخصیش تبدیل کرده و هر کاری که بخواهد خلاف اصول و قوانین انجام می‌دهد. که این اقدام با واکنش سریع مجلس سنا و کمال ناصر اصولی مواجه شده. رئیس مجلس سنا فضل هادی مسلمیار میگوید که ریاست امنیتی پارلمان تشکیلات ویژه خود را دارد و رئیس این مجلس نمیتواند بدون در نظر داشت اصول خودسرانه تغییرات بیاورد. کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس نمایندگان همچنین گفته است که برخی اشخاص در هیئت اداری مجلس وجود دارند که مهمانی های بزرگ در خانهشان برگزار می کنند و با دعوت تاجران $1,000,000 به آنها توزیع می کند. این سوء استفاده از صلاحیت نیست، زیرا این مهمانی ها در خانه های شخصی برگزار می شود. این در حالی است که رئیس مجلس نمایندگان متهم به توزیع $1,000,000 شده بود، اما آقای رحمانی تا هنوز در این مورد کدام واکنشی نشان نداده است. ضیاءالحق عمرخیل میگوید دور اشرف غنی مفسدان بی تأثیر حلقه زدند. بر اساس گزارش شاهد صحنه در مجلس برگزار شده از سوی جریان ثبات ملی، تشکیلات تحت رهبری ضیاءالحق عمرخیل از چهره‌های کلیدی تیم دولت‌ساز، شخص عمرخیل با انتقاد از نحوه مدیریت دکتر غنی و حلقه نزدیک به وی در کمپاین انتخاباتی اخیر گفته است که غنی چهره‌های مفسد و بی تأثیر را دور خودش جمع کرده. هیچ یک از مصاحبان اشرف غنی تا کنون جرأت نکردند که او را اینگونه به باد انتقاد بگیرند. در حلقه کمپاینران اشرف غنی متین بیگ بیشتر زبان زده فساد و پولخوری است. وی پیوسته متهم شده که از والیان ولایات به نام اوامر و فرامین و دستورات رئیس جمهور اخاذی میکند. با والیان میگوید که از کارکردهایتان در کمپاین انتخاباتی به جناب رئیس جمهور یادآوری میکنم. اکنون شماری از والیان را ترسانده که رأی کم آوردید و رئیس جمهور سرتان قهر است. سپس میگوید من ذهنیت رئیس جمهور را نسبت به شما دوباره جور میکنم. والیان هم به نوبه خیش بخشی از دوزی های خیش را به عنوان سهمیه به متین بیگ میدهند. شبکه اطلاع رسانی میگوید که خبرگزاری پژواک یک رسانه نزدیک به ارگ است. پژواک گزارشی در مورد سوء قصد و مولانا عبدالله عضو کمیسیون انتخابات تهیه کرده که در آن گزارش ها در مورد سوء قصد نادرست خوانده شده. پژواک اسم گزارش خود را تحقیقی گذاشته است. پژواک اخبار و گزارش های خود را به فروش می رسانه و تا زمانی که حق الاشتراک پرداخت نکند قادر به باز کردن اخبار و گزارش های سایت پژواک نیست. اما در مورد این گزارش پژواک یک استثناء قائل شده و هر کس میتونه با کلیک کردن روی گزارش آن را بخواند. با اینکه باور نداشتیم بتوانیم گزارش پژواک را بخوانیم، اما با مجرد کلیک دیدیم که گزارش باز شد. در این گزارش فقط به نقل از سخنگوی وزارت داخله گزارش ها در مورد سوء قصد به مولانا عبدالله نادرست خوانده شده و گفته شده که شخص بازداشت شده کارمند امنیت ملی بوده و حالا رها شده و به کارش ادامه میدهد. خبرگزاری پژواک یک رسانه نزدیک به ارگ است و در نشر گزارش ها به نفع ارگ در مواقع حساس شهرت دارد. رئیس معارف طالبان بعد از خوردن گولی تقویت جنسی بر 21 شاگرد تجاوز کرد. منابع در اداره محلی در ولایت تخار میگویند
رئیس معارف طالبان در ولایت تخار دست کم 21 شاگرد یک مکتب دینی را مورد تجاوز جنسی قرار داده. و گفته این منابع این رویداد 15 روز پیش در منطقه زیر حاکمیت طالبان رخ داده است. شمس‌الله باشنده روستای نوآباد ولسوالی اشکمش میگوید سید عبدالکریم یکی از فرماندهان قدرتمند محلی در این ولسوالی است که در یکی از شبها بعد از بیرون شدن از یک مهمانی به مدرسه ابراهیم خلیل الله رفته و بالای 21 شاگرد مدرسه تجاوز جنسی کرده. یکی از نزدیکان شمس‌الله که 14 سال سن داره یکی از شاگردان است که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. او می افزاید این فرمانده طالبان بعد از خوردن داروی تقویت جنسی و با استفاده از اسلحه این شاگردان را مورد تجاوز قرار داده است. با گفته باشندگان محل رئیس معارف طالبان در حال حاضر در روستای کولابی ولسوالی اشکمش نزد حسین یکی از فرماندهان طالبان زندانی است، اما ذبیح الله مجاهد با رد تجاوز جنسی رئیس معارف طالبان بر دانش آموزان و تجاوز افراد این گروه بر یک دختر دانش آموز میگوید که این قضیه ها حقیقت ندارد. سخنگوی طالبان میگوید حکومت در جنگ با طالبان در تخار به شکست مواجه شده و از این طریق میخواهد شکستش را پوشش دهد. و خبر آخر این که رئیس جمهور غنی برای ترودو پیام تبریکی فرستاد. ریاست جمهوری افغانستان پیروزی حزب لیبرال کانادا بر رهبری جاستین ترودو در انتخابات پارلمانی این کشور و انتخاب دوباره وی به عنوان نخست وزیر کانادا را به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان تبریک گفت. در این پیام آمده است که تمرکز بیشتر دولت افغانستان روی گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور خواهد بود. وی همچنین از همکاری‌های دوامدار کانادا با افغانستان در بخش‌های انکشافی، امنیتی و توانمندسازی زنان قدردانی کرد. سپاس از اینکه ویدیو امروزی ما را تماشا کردید. وقت شما خوش باشه. خدا نگهدار.